یک دکتر سودانی سومین کارمند ملل متحد مصاب به ایبولا جهت تداوی به جرمنی انتقال داده شد. صدر اعظم فلسطینی ها رامی حمدالله برای برگزاری نخستین نشست کابینه وارد غزه شد. محصلین معترض در هنگ کنگ می گویند از ساحاتی که در آن تجمع کرده اند عقب نشینی ننموده و مناطق جدید را در پاسخ به لغو مذاکرات روز جمعه از سوی حکومت تصرف خواهد کرد. پلیس و منابع صحیح می گویند انفجار یک بم تعبیه شده در موتر در بزرگترین محله شیعه نشین بغداد حداقل 12 نفر را کشت. اندونزیا تعهد کرده است که حفاظت از آثار نقاشی یک مقاره باستانی در جزیره مرکزی سولاوسی را ازدیاد خواهد بخشید.